ارمغان صبح شما بیننده هستین در ساعت دوم برنامه، کسایی که تازه از خواب بیدار شدن و بعضی از دوست ها معمولا ساعت های 8 و 8 و نیم از خواب بیدار میشن چون رمضان هست و بیشتر وقت ها خسته می باشن و میخواین تا دیر خواب کنن. صبح شما هم بخیر باشه. اگر مبالغه نکنیم در هر خانواده کودک یا طفل که باشه بدون شک فرشته کوچک زمینی برش گفته میتونیم و با کودک ها و همچنان با نوجوان های خرده که در خانه هستند باید همکاری بیشتر با ایشان در رابطه با درس صورت بگیره، که اکثر خانواده ها خوشبختانه ما شاهد از این هستیم که همواره تلاش میکنن تا کودک هایشان و بخصوص کسایی که نو صنف دو صنف سه مکتب هستن درس هایشان و حقشان همکاری بکنن تا بیشتر و خوب یاد بگیرن. ما شاهد هستیم که در مکتب های دولتی متاسفانه بعض اوقات و همچنان بعض تایم های درسی استادا نمیایه و اینمی کار سبب عظیم میشه تا کودک های ما بیشتر چیز را نیاموزن و بیشتر بالای روح و روان همچنان با مو شوخی هایشان بیشتر تاثیر داشته باشند. دو کودک خیلی ها لایق، قشنگ، زیبا در برنامه امروز خوشبختانه مهمان برنامه است که ستایش جان است و علی بک تابش هست با ما، که ستایش جان صنف 3 مکتب و علی تابش صنف 8 مکتب هست. صبحتان بخیر، سلام نازنینا، خوش آمدین. بیاین اول از ستایش شروع کنیم چون خورد است. ستایش جان سلام، صبحت بخیر. سلام، اول سلام به شما و کسانی که از پرده تلویزیون ما را میبینه. و اسم ستایش حسنی است، شاگرد صنف 3 هستم و امروز خوشحال هستم با شما هستم. ماشاءالله ستایش نازنین، بسیار زیاد ما هم خوش شدیم که در برنامه داریم شما را. علی جان صبحت بخیر، سلام. صبح شما بخیر. اولتر از همه یک سلام به شما، یک سلام دیگه به بینندگانی که از تلویزیون ما رو میبینن. علی تابش هستم، خوشحال هستم امروز با شما. خیلی خوب، تابش جان صنف 8 مکتب هست. بله، بسیار عالی. در این 8 سال که مکتب میخوانی یقینن که پدر جان، مادر جان و همه اعضای خانواده شاید کتت کمک کنه. بیشترین وقت و همچنان بیشترین کسی که درس هم رایت کمک میکنه کی هست؟ مادر جانم است. خب بسیار خوب. مادر جان، پدر جان چطور؟ پدر جان هم سهمیر. پدر جان چون مصروف کار است و مصروف ازی است که روزانه میره به وظیفه، از او خاطر شاید رسیدگی نکنند. ستایش جان خودت چطور؟ دخترک شوخ هستی میگن؟ نه. نیستی شوخ؟ از چهره خود زیاد شوخ معلوم میشی. نیستم. خب بسیار خوب. کدام مضمون از یاد دوست داریش ستایش نازنی؟ دری. دری ده؟ بسیار خوب. و مضمونی که برات خیلی ها فکر میکنی که به سختی یاد میگیری یا بسیار برات مشکل است، کدام مضمون است؟ ریاضی مشکل است؟ در خانه مادر جان برات کمک میکنه در قسمت درس ها؟ بله. خب بسیار خوب. علی جان خودت چطور؟ من در مضمون های انگلیسی، سانسی یا مشکل ندارم. خب، در مضمون ریاضی خوب است. اگر زحمت بکشین کار بکنین انشاءالله مشکل نیست، آسان است. خب در این وقت که رمضان است بیاین که صحبت بکنیم در خانه ستایش جان و همچنان علی تابش با مادر جان و همچنان در کارهای روزمره بعد از اینکه درس را تمام کردین. یقیناً که یک ساعت، یک نیم ساعت شاید تفریح داشته باشین، بعد از او هم کمک میکنین با مادر جان و همچنان با اعضای فامیل؟ بله کمک میکنیم، در خانه سهم میگیریم، کار مادر جان انجام میدیم. خب بسیار. تو مگه مثل ما واره عاجز هستی؟ ولی چه کسایی که عاجز باشن، اطفال که عاجز باشن بسیار زیاد شوخ میباشن. خودت چی تو؟ شوخ نیستم. بسیار خوب. بازی هایی که در مکتب مثلا فوتبال است و در اوقات تفریح کدام بیشتر، کدام بازی ها را دوست داری؟ فوتبال ها، ورزش های رزمی علاقه داری؟ چون در این اواخر بیشتر جوان ها علاقه مند شدن. نخیر، ما ورزش جمناستیک. بسیار عالی، بسیار خوب. کدام توفا آوردی به برنامه برای ما؟ کدام بله. تاپیک هست؟ بله، یک تاپیک انگلیسی است درباره صحت. خیلی خوب، میشه که بخوانی؟
In the name of Allah, my topic is about healthy eating and drinking. Very important for we have good healthy should we have good nourish and sport for healthy is very good. Sport can rescue of illness previous and so can mental problem reduction and bare body human necessary different metal and eating different food. Very important if we have breakfast, lunch and dinner. Eat on time for we very benefit and they should we have fruit and vegetable. That we have every healthy and sleep for healthy very important for every secure necessary to the enjoy the sleeping if we have not good sleep we not healthy and insomnia for we problem because we cannot problems study and write and insomnia for healthy loss and we try that over of clean that we have to tell healthy is health is one boon of Allah we should offer our healthy protection and healthy is our life very important If we have healthy, can do any work like study, write, sport, homework, and etc. And the end, healthy is well. بسیار عالی نام خدا آفرین علی تابش نازنین. خب میشاله کم دریام در مورد صحت اگر برای همسن و سالای خودت که هست یقینا بعضی از جوانا و خصوص کسایی که در سنین خودت هستن یقینا در کوچه و همچنان وقتی که بیکار می باشن ساتیری می کنن در بیرون و متوجه می صحت خود نمی باشن بله من خودم شاهد هستم که یکان طفلک ها می باشن کده خواه کده میکروب سر و کار دارن و این ما درباره صحت گفتیم که ما باید غذای درست بخوریم غذای بازاری یا سرخ شده کم بخوریم و خواب درست داشته باشیم که ما باید بتونیم یک صحت خوب داشته باشیم خیلی عالی خب ستایش نازنین خواهرک عزیز خودت کدام تاپیک آوردی کدام شعر و همچنان کدام گفتنی داری؟ بله ما ترانه آوردیم بسیار عالی بفرما بسم الله الرحمن الرحیم باد آسمان را دیشب تکان داد ست تا ستاره در دستم افتاد بودن آنها بسیار زیبا یک دانه اش را دادم به بابا آن دیگری را دادم به مادر دیدم که مانده یه دانه دیگر آن را به بالا پرتاب کردم این کارها را در خواب کردم ماشاءالله بسیار عالی خب ستایش عزیز خودت پسک و عزیزی که در خانه با مادر جان همکاری یقیناً که میکنی و بغیر ازی که درس میخوانی کورس ها میری؟ نه خیر کورس نمیرم اما مکتب میرم بسیار خوب بسیار عالی خب عزیزی بگو که میخوای در آینده بیشتر اطفال ما که ازش پرسان میکنی میخوای میگه یا دکتر شم یا انجینر خودت چطور؟ ما میخوام دکتر شم در آینده بسیار عالی نام خدا ما برات موفقیت آرزو میکنیم دعا میکنیم که بخیر با مو خواسته ها و با آرزوهایتان برسین علی جان خودت پیلوت یا دکتر من دکتر خب هر دویتان دکتر میشه بسیار عالی خب ما براتان آرزوی موفقیت میکنیم لوح افتخار همچنان از ستایش نازنین که در صنف دوم سال 1399 فکر کنم اگر اشتباه نکنم که از طرف مو مکتبی که اینها درس میخوانن گرفتن و ماشاءالله اطفال نازنین و بخصوص در این اواخر روحیه بلند خانواده ها سببی ازی شده تا بیشتر کودک هایی که تازه به درس شروع کردن اونها بیشتر افتخار کسب کنن در سنین خود خب یک سوال میکنم از اردویتان به شرط که راست بکنین سعید؟ ستایش سعید؟ بله خودت بیشتر کی را دوست داری در خانه؟ پدر جان، مادر جان و همچنان برادر یا خواهر؟ مادر مادر جان تا بیشتر دوست بله. داری؟ خب پدر جانم در بدون شک همگی دوستش داره بله بله خب علی جان خودت چطور؟ خب در هر خانواده پدر مادر همگی دوست دارن اما من زیادتر پدر جان خب بسیار خب معمولا اینمی به مروج است که اطفال که مثلا از طبقه دخترها می باشه مادر جانشان بیشتر دوست می داشته باشد پسرها پدر جانشان خب تشکری می کنیم از شما دو نازنینا دو
عزیزا و دو گلهای نوشگفته که ما امید و آرزو داریم به خیر که یک جای بلندتر در آینده برسیم. پیام و گفتنی سخن اگر باقی مانده باشه، ستایش نازنین، خودت پیام به همسنایی که در سن سال خودت هست، چی پیام و گفتنی برشان داری؟ ما میخوایم یک پیام بگویم، همیشه درس خدا بخوانند تا به وطن خود خدمت کنند. آفرین نازنین. خودت در اینجا؟ پیام ما به می دوستای به همسن سالای نمی است که اولتر از همه پدر مادر خود احترام بگذارند و بعدا درس بخوانند تا در آینده بتوانند بر وطن خود یک خدمت درست کرده بتوانند. بله، تشکری میکنیم، موفق باشین. خیلی زیاد خوش شدیم از اینکه به برنامه آمدین نازنین. ستایش جان، بسیار خوش شدیم در برنامه داشتیم تو را. من خوش شدم شما. آفرین خواهر نازنین. خب این به دو لوح تقدیر همچنان یکیش از ستایش نازنین و همچنان نزدگیش علی تابش هست که از طرف مکتب برشان اهدا شده. بدون شک که زحمت خانواده ها و بخصوص در قبال فرزندایشان که تازه مکتب را شروع کردن نقش و تاثیر بیشتر داره. امید دارم که همه خانواده ها که فعلا برنامه را میبینن با اطفالشان و بخصوص با نوجوانا یا نمو اطفالی که تازه میرن به مکتب همکاری داشته باشن و حق همه ما است، بخصوص در خانواده، چی پدر باشه، چی مادر باشه، چی خواهر باشه، چی برادر باشه، آنهایی که وقت دارن، فرصت دارن و درسهایشان همکاری بکنن تا شون آینده درخشان داشته باشن. تشکر از بیننده ها. بعد از میان برنامه کوتاه ارمغان صبح فراموش نکنین، در بخش بعدی در خدمت شما هستیم.